سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کهن ناصر شاهین پر هستم باز در همین مقدمه به وجود آمدن و ظهور صفویه رفتم به راه های دور و رفتم به مطلب پیوند دین و قدرت و اشاراتی کردم در جلسه قبلی نسبت به این پیوند گاه میمون و گاه نامیمون دینی که احکام اون دین تماما زمینی بود اما این ارسیه برای بعد از اسلام برای ما موند فلاسفه ما آنهایی که فلسفه سیاسی می نوشتند در ایران این نامه های تنسر رو که به س... اسپخ بودان مازندران نوشته بود و توجیه کرده بود که قدرت شاه از کجا منشأ میشه چرا باید مردم رو کشت چگونه میشه مردم رو کنترل کرد چه 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 و مردم شر مطلق هستند اینها شد سرلوحه فکر تغییر ناپذیر نویسندگان فلسفه تاریخ و با استفاده از همین نامه های تنسر باز مطالبی تحت او... نه تحت عنوان فلسفه تاریخ این چیزی که امروز ما بهش میگیم تحت عنوان طرز اداره حکومت و این قبیل حرفا نوشتند که از مسکویه شروع میشه تا خاجه بزرگ حرفا اینا هم همه یکیه تمام حرفا اینا هم سر تا پا تکرار همون حرفای قبلی است همام حرفای قبلی هم تکرار نامه های تنسره. که مردم شرند پادشاه قدرت لایتناهی سایه خداست خدا شاه رو فرستاده و مبرا از هر گناهیه یعنی اگر در جامعه قرار است که مثلا الکل مصرف نشه و قدغن برای همه اما شاه میتونه بخوره اگر در جامعه قرار است که مردم فقط چهار تا زن داشته باشن شاه میتونه 500 تا زن داشته باشه شاه مبراست از هر گناهی چون مبراست هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه اما خدا کنه که ما صد سال یک پادشاه ظالم و خونریز داشته باشیم اما یک روز مبتلا به شر مردم نشیم این ترس که مردم شرع یعنی اگر مردم بخواهند راجع به مسائل مملکتشون زندگیشون اظهار نظر بکنند به یک مطلبی بگن که البته در گذشته و در جهان باستان کمتر پیش می آمده برای اینکه این نوع صحبت ها این دیسکورس ها وجود نداشته قرار بر این بوده که یک کسی امنیت ایجاد کنه برای یک جامعه ای و بابت این امنیتی که ایجاد کرده اینها یه پولی بهش بدند رابطه ی دولت و ملت که هم دولتش و هم ملتش واجه های جدید هستند و در عهد باستان هیچ معنایی نداشتند فقط همین بوده که تو جلوی دشمن خارجی رو میگیری بابت این که دشمن خارجی نمیاد خانه من خراب کنه قارت کنه زن و بچه من بکشه من به تو در سال یه پولی میدم که تو ارتش تو اداره بکنی و چه بکنی و چه بکنی تمام شالوده ی فکری انوشیروان دادگر هم همین بود انوشیروان دادگر که بزرگترین و درستترین پادشاه دوره ساسانی بوده که 17 پند دور تا دور کلا تاجش نوشته شده بوده در جهت خدمت به مردم و خدمتگزار بسیار بزرگی هم به توده های مردم بوده برخلاف و تمام این چیزهایی که می نویسن که آدم رو چپ راست کرده کاشته نمیدونم مزدکی ها رو کشته چه و چه اون یه داستان است اما در طول سلطنت پنجاه سالش نزدیک به پنجاه سالش خدمات عمرانی بسیار عظیمی کرده که تا قرنها بعد در ایران قابل تکرار نبوده حتی نتوانستند خلفای اسلامی یکی از پروژه های کوچک انوشیروان رو تکرار کنند خب البته این معنیش این نیست که انوشیروان آدم گنده بوده معنیش این است که این جامعه قابلیت های فنی قابلیت های هندسی علمی داشته محاسبه توش وجود داشته این همه قنوات و کاریز هایی که آب رسانی میکرده به زمین های خشک اینها همه محاسبه داشته ارتفاع سنجی لازم بوده اینکه چه میزان آب از چه دهنه ای باید عبور بکنه اینا همه هندسه بوده همین لفظ اندازه ای که ما به حالا میگیم اندازه گیری اندازهگیری این اندازه علم کل علم هندسه بوده در زمان ساسانیان که عرب میان این واژه رو برمیدارند و چون نمیتونستن الف رو تلفظ کنن به جاش هر گذاشتن شد هندسه و این, این دانش وجود داشته در جامعه ما اگر دنبال افتخارات میگردیم باید بریم بگردیم اینا رو پیدا بکنیم افتخارات ملت جمع نشده در وجود یه آدمی که تازه بیاییم نسبت دروغ پشت سر هم کنیم بهش بدیم تا به دروغ گندش کنیم و بعد بشینیم بهش افتخار کنیم ما باید به خودمون افتخار کنیم با آنچه که می دانستیم با آنچه که کردیم و چگونه تمام دنیا رو تحت تاثیر تمدن خودمون قرار دادیم آثار هنری ما تا ونیز رفت عقاید ما اندیشه های ما تمام مغرب زمین رو گرفت ما یک تمدن بودیم اگر در طول تاریخ بشر شما بخواهید تمدن ها رو بشمرید یا یازده تا یا دوازده تا تمدن رو میتونید بشمرید ما یکی از این یازده تا تمدن بودیم و بزرگترینش بودیم این که بریم ببینیم که اندیشه ما تا دور ها رفته و چه اثراتی گذاشته فرهنگ ما چجوری در جهان اشاعه پیدا کرده و ما با اون دانش و با اون فرهنگ زندگی مادی خودمون رو چگونه مدیریت کردیم و چگونه زیستیم به جای این حرفا تاریخ معنیش این شده که ما بگیم که حسن آمد حسین رو کشت 15 سال سلطنت کرد در این 15 سال با همسایه چپ و راست جنگید رفت این چه فایده داره این چه فایده ای داره اگر کسی بخواد با گذشته خودش پیوند ایجاد کنه این پیوند باید یک معنایی داشته باشه اون این است که ما در گذشته چه کارهای درستی کردیم که امروز یادمون رفته بکنیم و چه کارهای غلطی کردیم که ما باید دیگه نکنیم عدم پیوستگی ما با تاریخ سبب میشه که امروز یه امام جمعه ای در قرن بیست و یکم بره رو منبر و بگه آقا که به دنیا آمدند یا علی میگفتند کسی هم به این حرف هیچ عکس عملی نشون نمیده البته یه دی باور میکنن یه دی باور نمیکنن اونم داره کار خودشه میکنه و این امام جمعه ها یکی دوتا نیستند این حرفها و این قبیل ها مگه محدوده به این نیست که من گفتم پر شده دنیا از حرفای خنده آور این جماعت اونا دارن کار خودشون میکنند مردم هم در مقابل این قدرت ایستادن چرا برای اینکه در مقابل قدرت های قاهر خونریز مردم دو حالت داشتند یا تسلیم و خاموشی که من جلو خودم از آب بیرون بکشم یه کاری کنم من دیده نشم که منو بگیرن بکشند یا اعتراض که همیشه این اعتراض به مرگ معترض منتهی شده در طول تاریخ تمام این شورش ها تمام این استقلال طلبی ها اگر یه مقداریش انگیزه رسیدن به قدرت بوده یک مقدارش هم اعتراض به وضع موجود بوده یعنی اون بابایی که آمده در منطقه خودش خواسته استقلال به وجود بیاره نافرمانی کنه از حکومت مرکزی ارزیابی کرده که مردم از این کارهای حکومت مرکزی ناراضی پس میشه این نارضایتی ها رو وسیله قرار داد و, تو خب و حالا عمل خودم رو توجیح کنم و برم جلو اما قدرت مطلق و قدرت بزرگ پیوسته اینا رو سرکوب کرده کشته از بین برده حالا این تا تمام تاریخ ما عبارت است از اینکه یا آدمی میخواد با قهر بر مردم غلبه کنه و برنامه های خودش رو اجرا کنه این آدم ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه این آدم ممکنه یا آدم ظالمه خونریز صفاک دیوانه ای باشه مثل شاه میشه یک سپه سالار جنگاور با جرأت با مدیریت فقلات زیادی باشه مثل نادر هیچ فرقی نمیکنه. هرچی قدرت منتر باشی قهر و غلبه تو بر جامعه بیشتره در نتیجه اعتراض اعتراض در مقابلت بیشتر میشه در دوران کوتاه نادر که بزرگترین فتوحات برای ایران کرده ایران را از لبه پرتگاه نیستی نجات داده بدون تردید بدون تردید اگر داستان اشرف افغان و محمود افغان و این افغان ها در اصفهان ادامه پیدا می کرد، اونها نمیتونستند از سر تا سر این امپراتوری حمایت کنند نه نیروش داشتن نه مقبولیتش در مقابل مردم داشتن در نتیجه از یک طرف ازبکا و از یک طرف عثمانی ها و از طرف دیگر روس ها مملکت رو خردبه بودند و برده بودند چیزی از کلمه ایران باقی نمانده بود این یه واقعیتی این مرد نجات داده اما ابزارش وسایلش طرز فکرش جوری بوده که بیشترین تعداد شورش ها رو علیه خودش به وجود آورده بیشترین اعتراضات رو به وجود آورده و چه میراسی باقی گذاشت؟ خشونت خشونت و خشونت میراسی بود که باقی موند و همینطور ادامه پیدا کرد تا امروز به ما رسیده نکات بسیار بسیار مثبتی هم داشت این مرد بهش میرسیم راجبش صحبت میکنیم ولی شالوده تاریخ اینه این است که من دلم میخواد که از لای سطور تاریخ از نانوشته های تاریخ عبور کنم یه چیزایی رو درک کنیم ببینیم این جامعه اکسالعملش در مقابل این ماجراها چه بوده چگونه زندگی کرده چگونه رفته درس خونده چگونه با سواد شده و کتاب نوشته چگونه این نقاشی رو به وجود آورده این تذهیب رو به وجود آورده اینا از کجا آمده چگونه شده که این فرهنگ نیمه جان نیمه جان نیمه جان خودش رو حفظ کرده و جلو آمده دنبال این بودیم حالا اینی که بعد از دوران یعنی در دوران اسلامی و سقوط ساسانیان و از بین رفتن اون دین که تمام احکامش زمینی بوده حالا دینی جاش میاد که تمام احکامش آسوانی هیچ کاری به کار زمین نداره این بنده خدایی که آمده آمده به این زمین در این کاروانسرا سرا از یک درش داخل شده از در دیگرش باید خارج شه باید کاری بکنه که مورد قبول خداوند قرار بگیره و در اون دنیا بره به بهشت اگر اینجا بهش ظلم میشه اگر مالش خورده میشه اگر خانه رو سرش خراب میشه اگر فرزندش کشته میشه اگر شوهرش از بمیره عوضش اونجا محاسبه میشه و حق این آدم رو بهش میدند این شد شالوده فکری جامعه مسلمان حالا دیگه با کار به زمین دیگه کاری نداره همه تکلیف ها در آسمان روشن میشه از یک سو از یک سو تمام دستورات هم از آسمان میاد مشیت امور در آسمان ها نوشته شده و به ما ابلاغ شده ما حاطف هست بین ما و آسمان ها این حاطف جانشین اون اولو الامر اون نمیدونم امام اون پیغمبر هرچی هست شاهه خلیفه مسلمینه شاهه این با آسمان ارتباط داره این با قدرت های مخفی ندیدنی در ارتباطه با اونجا میکنه پس درسته من یه کاری ندارم اینجا بکنم یک فرد مسلمان هیچ وظیفه ای نداره که در این جهان یادگار درست و خوبی از خودش باقی بگذاره چرا؟ برای اینکه عمر جاودانش آن سوی خطه اینجا موقته تمام دستورات دینی اسلام رو که شما به دقت بخونید خوب, خوب 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 یاد بگیرید به این نتیجه میرسید که من یه مسافری هستم در یک بیابانی آمدم در یک کاروانسرایی که این کاروانسرا یه اتاقی داره یه حوزی داره یه جایی داره که اسبم علف بخوره و یه مغازه هم داره که یه چیزی بخرم بخورم و استراحتی کنم بعد بارم رو ببندم و برم این دنیا یک کاروانسراست محل توقف دائمی نیست محل یک توقف موقته که سرنوشت ابدی من در آن سوی خط در آن سوی مرگ آغاز میشه و میرم دنبال زندگیم اون شما چه انتظاری دارید حالا از چه جامعه ای حالا برای اینکه من در آن سوی خط عمر جاودان داشته باشم زندگی با عزت داشته باشم و مورد محبوبیت خداوند قرار بگیرم باید یه دستوراتی رو انجام بدم این دستورات چیه؟ هر کدوم ما این دستورات رو اونجوری که دلمون میخواد میخونیم و اونجوری که دلمون میخواد معنی میکنیم در تو وسط ماها داعش هم به وجود میاد طالبان هم به وجود میاد جز آدم کشی کار دیگه ولدیس ای بعد ما اینقدر پاکیم اینقدر منزهیم اینقدر مورد محبوبیت خداوند هستیم که این خداوندی که این جهان رو آفریده و این خلق رو به شکلهای مختلف به زبانهای مختلف در کل جهان آفریده این خداوند فقط ما رو دوست داره بقیه مخلوق و خداوند گمراهند کافرند اینجا دارال اسلام خانه سلامته و بعد از مرزهای اینجا دارال کفره و این کافران رو باید کشت حالا تناقض رو ببینید که این در حالی که ما باید این کافران رو بکشیم اگر دستشون خورد به دست ما بریم قسل کنیم دستمون بشوریم اگر از تو خونه ما عبور کردن خاک سر بریزیم اونجا رو که بعد گم نشه اونجا بعد اونجا رو آب بکشیم کر بدیم از نجاست نجات بدیم ما همچین آدمی رو که باید هدف نهایی و قاییمون این است که یا بکشیمش یا اونو بیاریم مثل خودمون مسلمانش کنیم که خب نمیشه بنابراین میکشیمش که تاران کردیم حالا به جای رسیدیم که ما از اون آدم باید ماشین بخریم پارچه لباسی بخریم سوزن نخ بخریم اما اگه دست اون رسیدم بکشیمش این تناقض عظیم مثل این منگنه هایی که میذاشتن نجارا میپیچوندن که چوب و فشار بده این تناقض از این جهان اسلام رو داره تو خودش اینطوری فشار میده و له میکنه که به کجا میخوایم بریم چیکار داریم میکنیم این چگونه است که این خداوند دانا این خداوند بسیر هفت میلیارد آدم آفریده به قول خودت همه این آدم خود و خداوند آفریده تمام متعلقات زندگی این هفت میلیارد جمعیت هم خود خداوند آفریده ولی خداوند انقدر عقلش نرسیده که این مردم رو به راه راست هدایت کنه رستگاری به اونها بیاموزه اونها رو همه رو مسلمان کنه یا همه اینا رو شیعه اصنا بکنه در نتیجه ما مجبوریم به وجود خداوند و به تعریف های خداوند اهانت کنیم خدایی رو که خودمون براش این تعریف ها رو ساختیم کوچیکش کنیم بهش اهانت کنیم بگیم آقا این خدا نفهمید چجوری انسان خلق کنه همه رو کافر آفرید همه رو نجس آفرید ما می که کمبودای خدا رو برطرف کنیم کار خدا رو ما باید کامل کنیم مایی که یک درصد جمعیت دنیا هم نمیشیم ها یعنی 99 و خورده ای از جمعیت دنیا راه رستگاری رو نمیدانند کافرند نجسند و ما میبایست که اینها رو به راه راست هدایت کنیم اگر هم نشدند باید بکشیمشون خب این طرز تفکر نمیتونه با قدرت پیوند بخوره این نوع اندیشه وقتی میخواد با قدرت پیوند بخوره هلاکش میکنه اون قدرت رو هم حلاک میکنه من امروز دارم این صحبت رو در این تلویزیون به عرض شما میرسونم دیری نخواهد پایید نمیدانم من نتیجه حرفای خودم رو زنده خواهم ماند که ببینم یا نه ولی فرزندان ما خواهند دید که همین آدم هایی که آمدند به مدد دین میخواهند حکومت کنند و از دین مایه بر می دارند و خرج میکنند این دین شبیه یک کیسه سکه زره که هی تو این دست میکنی این, این, کیس، سکه ها رو در میاری خرج میکنی و این تمام میشه و تو نابود میشی تو نمیتونی برخلاف نه تنها باور برخلاف مسیر طبیعی زندگی تمام بشریت فکر کنی و تمام اعمالت رو روی اون پایریزی کنی که نتونستی بکنی و نمی کنی تو علیرغم تمام این عقایدی که داری خودت میدونی محتاجی خودت میدونی که نیازمند مغرب زمین مسیحی کافر هستی یا بودایی کافر و میری پولتو میدی از اونها خرید میکنی پولتو میدی از اونها دانش آریه میکنی مردم دنیا امروز میدونن که این موشک قاره پیمایی که شما دارید میسازید عزیزم این رو شما نساختید این رو قبلا غربی ها ساختن چل سال پیش چل پنجاه سال پیش این تکنولوژی رو اونها به شما قرض دادن به شما فروختند حالا چقدر پولاتونه گرفتن تا اینه به شما بدن من نمیدونم این نمیشه که تو با آداب تهارت و با دستورات فیزیه قوم بیایی مدعی بشی که من میخوام از جو خارج شم و شدم ساتلایت فرستادم بالا موشک قاره پیما دارم میسازم فلان نم اولا همه اختراعات دنیا هم وسیله آدم کشیه حالا چرا به جای این کارا نرفتی کارهایی بکنی که ایجاد کار بکنه ایجاد ثروت بکنه سرمایه دیزی رو توسعه بده تو تمام سرمایه دارا رو از خودت فراری دادی و یک کار تولیدی مثبتم نمیتونه بکنی اما دلت بخواد اتم هم داشته باشی که بگی من پهله بونم خب مملکتی رو میبری به یک سیری به یک جایی که آبادش معلومه آبادش به خوبی معلومه من فقط متاسفم به حال شما و مردم که این اسلام عزیزی رو که داشتید آنچنان دارید خودتون لگت مالش میکنید آنچنان دارید از محتوای خودش خالیش میکنید آنچنان دارید پر از تناقضش میکنید که یه روزی کاملا معدوم میشه از ذهن بشریت تمام این اعتبارش از دست میده همین امروز همین امروز شما کاری که در تاریخ بارها شده پنج روز خودتون بکشید کنار یا آدم دیگر جای خودتون بذارید به اون آدم بگید آقا هر جور دلت میخواد دستور بده هر مردم رو هر کار دلشون میخواد بکنن ببین خیابون های شهرهای, ت... ایران چی میشه ببین این زنهای چادری چجوری از زیر چادر بیرون میان چه بزک هایی میکنند؟ چه مینی جوپ هایی میپوشند؟ چه اتنان هم شرط های کوتاهی میپوشن و میان تو خیابون اینقدر از اون طرف مبالغه خواهند کرد که من آدمی مجبورم اون وقت به اون مبالغه اعتراض کنم چرا؟ برای اینکه جواب ها هوه برای اینکه وقتی شما فشار میاری به یه مردمی که مسیر زندگیشون رو نه به دلخواه خودشون به فرمان تو و با اعتقادات تو عوض بکنند و با نیات تو تطبیق بدند این مردم جز ریاکاری جز دروغگویی جز دو بازی کار دیگری نخواهند کرد اینا لچک سرشون میکنن میان تو خیابون ها که مامورین شما بهشون آسیب نرسونه ولی در مهمانی ها اون لباس های سکسی رو میپوشن که عکساش میاد میره تو یوتیوب چرا برای اینکه معتقده که زندگی عادی و معمولیش اونه یا حداقل داره با تو لجبازی میکنه اگر راهاش بکنی اون قدها هم نمیخواد اینطوری سکسی بپوشه و خودشو لخت بکنه و نمایش بده و این کارا آتی زندگیشو میکنه حالا نه تنها در مورد هجاب یکی یک پدیده های زندگی رو همینطور میشه روش محاسبه کرد که توش ریاکاری هست توش پنهانکاری هست یه آدمی برای که نون بخوره تحریش میگذره یقه یا آخوندی میپوشه میاد که تو اداره بهش کار بدن این وقتی از اداره میاد بیرون حقوقش میگیری میذاره تو جیبش زندگی خانوادگیش یه کسی دیگه است خب وقتی که این دوگانگی تصدی پیدا کنه به کل جامعه این جامعه دچار اسکیزوفرنی شده دوپارگی مغز یعنی چی؟ خب این جامعه بیمار میشه و از یک جامعه بیمار دیگه چه انتظاری میشه داشت برگردیم به دنبال صفویه که فکر میکنم وقت زیادی داشته باشید. باری این اسماعیل صفوی در سن پانزده سالگی در حقیقت باید گفت که داستان خانقاه و صوفیگری رو که پدر و پدر بزرگش آمیخته بودن با قدرت طلبی و قدرت خواهی بله چراغ کار من روشن شد اون رو ادامه میده و به خونخواهی کشی شدن پدر پدر بزرگش حمله میکنه و شیروان رو میگیره اما و شیروانشه ها رو هم میکشه اما چه کارا میکنه؟ اول کاری که میکنه دستور میده قبر پدر و پدر بزرگ همین شیروانشاه ها رو باز کنن استخوناشو بیارن بیرون به اون استخونها کارهای بد بد بکنند و بعد هم آتیش بزنند اینی که امروز ما میگیم پدر تو در میارم پدر توی میسوزونم یادگار اون دور است نه ما در برنامه بعدی سعی میکنم که هاشیه نرم و دیگه واقعا وارد مرحله صفویه بشیم و اولین کارم هم این است که باز برخلاف تاریخ هایی نوشته شده البته منابع تاریخی هم براتون عرض بکنم که اگه خواستید بیشتر مطالعه کنید اون کتاب ها رو بخونید که من هم خوندم و از اون وسط اون حرفا این حرفا رو یاد گرفتن دارم به شما میگم اول کار من این است که این ده نفر یا زن نفر پادش صفوی رو ببینید چه جور آدمایی بودند خلقیاتشون چی بود عادتهاشون چی بود رفتارشون جهان بینیشون از طریق کارهایی که کردن یه خلاصه اول این آدما رو بذار اینجا لوکش بعد با اینو طرفش فعلا شب روز تو